سلام دوستان، مصطفی بیدگلی هستم، مدیر مجموعه آموزشگاه زبان‌های خارجی فراست دومین و سایت فرالند.com. امروز با زبان فرانسوی در خدمت شما هستم. زبان فرانسوی 26 حرف داره که شامل 5 وایل حروف صدادار و 21 کانسوننت حروف بی صدا هستش که توی فرانسوی صدادارها رو وایل میگیم و بی صداها رو کنسونانت. وایل های ما در زبان فرانسوی مانند انگلیسی A, E, I, O, U که با صدای فرانسوی A, E, U, E, E هستند و کانسننت ها هم به ترتیب در الفبایی که کنار بنده مشاهده میکنید صداها رو بهتون خواهیم گفت. حروف الفبای فرانسوی به ترتیب A, B, C, D, E, F, G, اج، ای، جی، کا، ال، ام، ان، او، پ، کو، اق، اس، ت، او، و، دبلو، ایکس، ایگرگ، زد. تمامی 26 حروف که براتون گفتم با مثال در کنار بنده الان مشاهده خواهید کرد. ا مانند کلمه عقب، ا مانند عقب به معنی درخت، ب مانند به، صدای ب دوستان همون ب هستش مانند فارسی به، س حرفی هستش که در زبان فرانسوی یک ذره شامل استثناءه. اگر حرف سی قبل از آی و ای در زبان فرانسوی بیاد صدای سه میده، جاهای دیگه پشت حروف دیگه صدای که میده. برای مثال سان، دقت کنید سی با او اومده که بعدا توضیح خواهم داد صدای او تو فرانسوی که همون ای انگلیسی هست توی فرانسوی متفاوته. سان، سان قبل از ای اومده صدای سه رو میده. ولی در کلمه کلق یا کق قبل از ال یا ای اومده صدای که میده. د کم د کم د وایل ا یا حرف صدادار ا در زبان فرانسوی خیلی کم شما ای رو میبینید با صدای ای، بیشتر جا صدای او میده و با ترکیب های دیفتانگ، ترکیب دیفتانگ تریفتانگ های خودشون در ادامه ویدیو خواهید دید، حتما باید با ترکیباش حفظ کنید ولی خالی صدای او میده. برای مثال اگر دقت کنید تو حرف د گفتم د، د اونجا ای با یو ترکیب شده صدای او میده، صدای خالی ا پس یادتون باشه او، او تو فارسی ما نداریم، شبیه او ترکی هستش او، او. اف حرف ف صدای خودشو میده ف، کم فانتاستیک به معنی عالی فانتاستیک. جی مانند سی قبل از آی و ای صدای ج میده، قبل از و قبل از حروف دیگه صدای گ میده مانند ژیقف زرافه، ژیقف یا کنجله، کنجله. دقت کنید در بین کلمه اومده، چون قبل از ای اومده یا همون او فرانسوی صدای ژ میده، ولی گلاس اینجا قبل از ال اومده صدای گ میده. پس استثناء جی مانند سی قبل از آی و ای متفاوته، صدای همون ج میده، جاهای دیگه صدای گ میده یادتون نره. حرف بعدی اج هستش، همون اچ خودمون. اج در زبان فرانسوی بی صدا هستش، باید نگاه کنید به حرف صدادار بعدی تا ببینید صداش چیه. برای مثال اگر دقت کنید کنار بنده کلمه ام الان ظاهر میشه، ام به معنی مرد هستش، انگار که دستتون رو روی اچ گذاشتید
از او دارید میخونید. به معنی مرد. یا کلمه اقب، گیاه. اقب نمیگیم هرب، هقب. صدای ه تو فرانسوی وجود نداره، انگار که دستتون روی اش گذاشتید، از ا دارید میخونید اقب. حرف بعدی ای هستش، با صدای ای داخل کلمات و ابتدای کلمات زیاد میبینید، مانند ایمجین یا ایمجینه، فعل ایمجینه با ای شروع شده، تصور کردن، ایمجین. بعدی حرف جی هستش، مانند با صدای خودش جه، جوه، بازی کردن، جوه. بعدی کا هستش یا همون که خودمون، کلمه زیاد تو فرانسوی با که نداریم مانند انگلیسی، یه سری کلمات هستن که یکسان هستن تو همه زبان ها میان، مانند کیلو، کیلوگرم، کیلومتر. بعدی ال هستش با صدای ل، مانند لامپ، لامپ. بعدی ام، م، مامون یا مق، مدرن. صدای م. حرف بعدیمون ان هستش با صدای ن، کم نوی به معنی شب، نوی. بعدی او هستش مانند او در زبان فرانسوی، ترکیب زیاد داره، توی ترکیب ها بهتون خواهم گفت. او کم اوغل، صدای او عادی میده، صدای او خالی، صدای او عادی میده، مانند مثل ای صدای او نمیده، یادتون نره. بعدی پ هست با صدای خودش، صدای پ، کم پق، پدر، پق. بعدی کیو هستش با صدای که، همون کیو انگلیسی، کیو. یادتون نره حرف کیو همیشه با یو همراهه، همیشه با یو همراهه، با ولی ما در خوندن یو رو در نظر نمیگیریم. حرف وویل یا وایل بعد از او نشون میده که ما اینو چی تلفظ میکنیم. برای مثال ترکیب کیو او ای به معنی با صدای کی به معنی چه کسی، کی، نمیگیم کوی. یا در کلمه پرسشی کل شما ترکیب کی، او، او، الو میبینید. برای مثال اگر به کلمه هایی مانند کل و کان دقت کنید، با دیکته های کی، او، او، ال و کی، او، ا، ان، د دقت کنید، کل و کان، ما نمیگیم کل و کوان، گفتیم انگار که یو هیچ وجود خارجی نداره ولی همیشه همراه کیو نوشته میشه. ما نگاه به وایل بعدی میکنیم و هم میخونیم کل، کان. و مثال اولم هم کی بود، به ترتیب کی به معنی چه کسی، کل چه چیزی، کان کی یا چه وقتی. حرف بعدی حرف بسیار مهمی تو فرانسه هستش، حرف آره خودمون تو انگلیسی یا همون اق به زبان فرانسوی، ری فرانسوی ها، اق. حرف ر یا ق با تلفظ ق تو فرانسوی دو تا تلفظ داره، 90% جا، اکثر جاها ما اینا ق تلفظ میکنیم، ولی حرف آر اگه بعد از حروف سی، تی و پی بیاد صدای خ میده. دقت کنید، برای مثال در کلمه رودخانه به فرانسوی قیویق، اول کلمه اومده قیویق، اول و آخر، صدای ق رو میشنوید. ولی در کلمه های مثل کواغ، تخوی و پراندغ صدای خ میشنوید. کواغ چون سی و آر اومده، تخوی تی و آر اومده، و پراند، پراند پی و اق اومده، صدای خ میده. اینو حتما در نظر داشته باشید و دقت کنید موقع خوندن. حرف بعدی اس هستش با صدای س، کم سون به معنی صدا، سون. بعدی حرف ت هستش با صدای ت، کم تخوی، کم تخوی، کم تبلو، تبلو. حرف بعدی صدای او هستش یا همون یو انگلیسی خودمون،
خالیش صدای او میده ولی با ترکیب های بسیاری میاد که توی دیفتانگ ها بهتون توضیح خواهم داد. او او حرف بعدی و هستش با صدای خودش کم ون ون. حرف بعدی دوبله و هستش، کلمه باش بسیار کم داریم، صدای خود و میده. کلمه با دوبله و تو فرانسوی بسیار کم داریم بچه ها. حرف بعدیمون اکس هستش با صدای اکس، مانند مکسیموم مکسیموم، صدای اکس میده تو کلمه، یادتون نره. حرف بعدیمون ایگری هستش با صدای ای، که شما ای رو تو فرانسوی به عنوان ضمیر چند جا خواهید دید، صدای خود ای میده. و آخرین حرفمون هم زد با صدای ز، کم زبقه زبقه یا زیرو صفر توی فرانسوی زقه زقه. خب دوستان حروف رو با هم تمام کردیم، الان دوست دارم یه بار دیگه بعد از من تکرار کنیم. ا ب س د ا ا ف ج ا ج ای ژ ک ال M N E P Q R S T U V W X Y Z. Ce sont des lettres d'alphabet français. اینها حروف الفبای فرانسوی بودند. ممنون.